سلام رفقا، به کانال دسک یوتیوب خوش اومدید. خب این ویدیو بیشتر یه بهونه بود برای تبریک گفتن سال جدید. امیدوارم سالی پر از موفقیت و سلامتی باشه براتون. خب میگم بیشتر این ویدیو بهونه شد که سال نو رو بهتون تبریک بگم و همچنین این چند روز توی ویدیوها خیلی ویدیوهای پستهایی توی اینستاگرام دیدم که در رابطه با تزریق ولتاژ بود و اونم تو بخش سلفای باکی یا باک بوسترمون که خیلی از دوستان آموزش دادن که سلفو بردارید و حالا اگه سمت تغذیه نبود سمت سی پی یو بود تزریق ولتاژ کنید، همچین چیزایی. و خیلی در مورد این ویدیو قبل ها ساختم، ولی خواستم تو این ویدیو هم نحوهش رو بهتون بگم، هم یه سری تست رو بهتون نشون بدم و بگم که زیاد به پست های آموزشی، حالا چه برای من چه برای هر کسی که میبینید و در جا انجام ندید، برید سراغش یه تست بگیرید روی برده داغی، بعد این کار انجام بدید، چون ممکنه یک پستی ببینید و متاسفانه روی گوشی مشتری این کار انجام بدید، ممکنه که خسارت های جبران ناپذیری داشته باشی یا هزینه خیلی بالایی براتون، خسارت بالایی براتون بیفته. تو این ویدیوی آیفون 6 اس همونطور هم که میبینید روشن میشه. میخوام فرق تزریق ولتاژ، کدوم مسیر میتونید تزریق ولتاژ کنید، چه وقتایی باید تزریق ولتاژ کنید، همه تو این پست هست. ولی قبل از اینکه بخواید تزریق ولتاژ کنید از روی یک پستی، حتما خودتون صحتش رو تست بگیرید یا از اساتید و دوستانی که با تجربه هستن حتما کمک بگیرید. از روی یک پست نرید سلف بردارید و قول گفتنی برای خودتون درد سر درست کنید، اونم برای گوشی مشتری اگه باشه. خب این تست دیودمونه، باتش هم داره تموم میشه، تا قبل این تموم بشه من تستشو بگیرم. ببینید دوستان، اینو زیاد تو ویدیو هام گفتم، دور تغذیه میتونه سلف های خیلی بزرگی باشه، حالا توی این گوشی کمتر دیده میشه، خیلی سایزشون کوچیک‌تره که حالا اگه آیفون سامسونگ هم گیره بردم حتما براتون میذارم. این خیلی مهمه که هم بدونید که هر حجم پایین اتصال کوتاه نیست و یعنی هر جایی نباید برید تزریق ولتاژ کنید. نمونهش این مسیر جی پی یو، ببینید گوشی روشن بود و این هم که دارید میبینید 3.08 توی آیفون 7 شما اینو حتی 3.04 هم میگیرید. بیارم نزدیک شما قشنگ ببینید و نکنید این کارو، از روی پست ها سریعاً هر کاری انجام ندید، ممکنه براتون گرون تموم بشه. نیا کنید 3.08، این اتصال نیست، این مسیر جی پی یوه یا این مسیر دیدم میگن مشکوکه، این مشکوک نیست، این مال SOCه. سه تا مسیر خیلی مهم حداقل توی بورد ها مشابهن، SOC، جی پی یو و سی پی یو. این سه تا مسیر ولتاژی اهماشون همیشه به این شکل. خب اهما رو دیدید، حالا نمیدونم اتصال کوتاه و چجوری برای جریان کشی براتون استفاده میکنم، امروز میخوام با این براتون تست کنم. این بهش میگن شورت کیلر، 1.5 ولت و شورت کیلر. توی خرید شورت کیلرتون هم دقت کنید ببینید که چقدر میتونه بهتون کمک کنه. خب چون تصویر خیلی نزدیک نمیاد، من سعی میکنم نزدیک کنم، فقط چون جریان رو وارد نمیکنه. نکنید 3.8 بود همین خازنی که اینجا میبینید، صدا رو فقط گوش کنید. امیدوارم داخل ویدیو افتاده باشه این صدا که دارم میزنم، الکی نیست. این یه پایشه، این هم یه پایشه، دارم به همون جی پی یو با 1.5 ولت تزریق ولتاژ میکنم، اینم همین پایه احتمالا SSD
یه صدای ریزی میده و جریان وارد مدار نمیکنه، که اینم برای خودش داستانی داره و امیدوارم که شما از این تست انجام ندید و باید بدونید چه جوری چقدر جریان مصرف کنید برای کجا. و خب من خواهم این ویدیو کامل بشه دیگه، تزریق ولتاژ هم کردم، دوباره میزنیم، بازم میبینید همون مسیر همون اوهمو داره میده، هر اوهم پایینی قرار نیست اتصال کوتاه باشه و دوستان به اشتباه تزریق ولتاژ بکنن. ببینید 309 اینم همون تکون نخورده، این مسیرها اوهمشون پایین هست، بیشتر جریان مصرفی دارن تا ولتاژ. بودن ولتاژشون 1 ولته. فردا دوباره از این پست زیاد میشه، باید اشتباه نزنید، باید بدونید چی رو کجا میزنید. خب اینم از این، اینم دوباره میزنم، دوباره کلید پاور رو فشار میدم و میبینید گوشی روشن میشه. بس از روی هر پستی نتیجه گیری نکنید، سری نرید سلفو بردارید که بگید اتصالی اتصال نیست. دو، اگه به تزریق ولتاژ اطلاعات داشته باشید به این شکل حتی میتونید از شورت کلر که این حدودا 25 آمپر اگه این جریان رو وارد میکرد اون مسیر میسوخت، ولی میبینید که داشتن همچین دستگاهی اینجوری هم که میگن نیست، یعنی الکی نیستش که جریان رو وارد کنه اگه دستگاه خوبی بخرید. منبع هم بزنید به همین شکل، ممکنه بهتون 1 آمپر جریان رو نشون بده ولی به بورد آسیب نمیزنه. بس توی تزریق ولتاژ و ولتاژی که تنظیم میکنید دقت کنید تو کدوم مسیر دارید تزریق میکنید و هر پستی هم که دیدید که به این شکل سلف رو بردارید و اگه 308 روی نمیدونم 05 و حتی 4 تا 0 هم نشونده، البته 4 تا 0 که شوخیه، ولی روی آیفون 7 یه ویدیو دارم که فکر کنم 303 رو نشون میده، یعنی به این شکل الان اینجا داره 301 نشون میده، 303 این باتریش هم تموم شد به موقع بود و دیدید که گوشی هم روشن شد. بس به این موارد دقت کنید و امیدوارم که سالی پر از موفقیت و پرپول برای همه شما دوستای عزیز باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.